تو این ویدیو قرار با هم یاد بگیریم که چطور گلر یا رفلکشنی که روی عینک توی پورترامون هست، حالا میتونه کالر هم داشته باشه باهاش یا میتونه فقط اون به اصطلاح لایت و فلشمون باشه، چطور بتونیم اون رو پاک کنیم. ما میخوایم از چیزی مثل این برسیم به این، پس با ما همراه باشید. روز بخیر دوستان عزیز، علی هستم از aliti فوتوگرافی. خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از ویدئوهای ما همراه هستید. فراموش نکنید که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید، لینک اون رو در دیسکریپشن ویدیو گذاشتم و خیلی خوشحال میشیم که برای پشتیبانی کردن از ما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر سوالی یا نظری دارید اون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. خب بریم سراغ کاری که می‌خواستیم انجام بدیم. خب همونطور که گفتم ما میخوایم که گلر رو و رفلکشن رو از توی عینک پورترامون پاک کنیم و اصطلاح اثرش رو تا میتونیم کم کنیم و به یه همچین نتیجه‌ای توی اصطلاح پورترامون برسیم. خب من این کار قبلا انجام دادم، یه ریویو میکنم که چه کارهایی انجام شده و بعد اصطلاح از اول با هم انجام خواهیم داد. ما اینجا چند تا لول، اگر ببینید چند تا لول ادجاستمنت زدیم، یه به اصطلاح لیر داریم برای اینکه کالرمون رو تاثیرش رو کم کنیم. حالا یه جایی احتمالاً سچوریشن کم بوده، سچوریشن اضافه شده، سری کلین اپ بوده و در نتیجه ما به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. من به اصطلاح این لیر رو پاک میکنم و کار رو با هم از اول دنبال میکنیم. اولین کاری که پیشنهاد میکنم بکنید، اگر توی پورتری که دارید کالر هم درگیر هست توی گلرتون، اول کالر رو سعی کنیم که به اصطلاح پاک کنیم. من یه لیر میسازم به اسم، حالا اسمش هم همین الان عوض کنیم که فراموش نکنیم که بعدان که خواستیم ریویو کنیم بدونیم چیکار کردیم. من یه دونه لیر خالی میذارم و اونجا سعی میکنم که کالرم رو به اصطلاح پاک کنم. برای این کار ما از براش استفاده میکنیم و سعی میکنیم که با براش بیاییم که این کالرمون رو سمپل بگیریم از اون ایریایی که دورش هست و پاک کنیم. من از همینجا شروع میکنم، با نگه داشتن Alt سمپل میگیرم. سعی میکنیم رو عینک نریم، من اجازه بیشتر زوم کنم که واضح تر باشه کاری که دارم میکنم. شروع میکنیم سمپل هایی گرفتن و اپلای کردن. یه ذره حوصله میخواد این کار و اینکه شما هر چقدر سمپلی که به اصطلاح دارید میگیرید رو دقیق تر و نزدیکتر به اون ایریا انتخاب کنید، عادتا نتیجه بهتری رو خواهید گرفت. همونطور که میبینید، خب ما اینو که نمیخوایم، ما میخوایم فقط کالر افکت بشه. ما اینجا داریم کلن به اصطلاح پورتره رو خراب میکنیم. همونطور که دارم تاکید میکنم که ما با کالر کار داریم، ما میبینیم بلندینگ مود این لیری که گذاشتیم رو عوض میکنیم به کالر که فقط کالر افکت بشه. همونطور که میبینین الان من تأثیرش رو دارم اینجا بهتون نشون میدم. دوباره سمپل میگیریم و کارمون رو دنبال میکنیم. همین کار رو واسه یه چشم به اصطلاح سمت چپ هم انجام میدیم و اول کالر رو پاک میکنیم. من اینجا ویدیو رو دور تون میذارم چون نمیخوام شما معطل این چیز بشی. کار خاصی نیست، سمپل میگیریم با حوصله، سمپل میگیریم و اپلای میکنیم. فلومو گذاشتم رو 80، اوپاسیتی که رو 100 و کار رو دنبال میکنیم. Thank you.
خب همونطور که میبینید من همه ایریا هایی که حالا دور چشم بود رو تا تونستم پاک کردم. همونطور که گفتم اینجا یه ذره دقت و حوصله میخواد که شما بتونید به اصطلاح کارتون رو با دقت بالاتری انجام بدید، سمپل های بهتری بگیرید. هر چقدر این کار رو با دقت بیشتری انجام بدید که قاعدتا نتیجه هم خیلی ریل تر و به اصطلاح واقعی تر خواهد بود. من از قصد قسمت داخل چشم رو انجام ندادم که یه توضیحی راجبش بدم. چیزی که اینجا مهمه که بدونید اینه که یه موقعی ممکنه شما سمپل رو نتونید از اون ایریایی که دورش هست بگیرید و مشکل داشته باشید. خیلی میتونید از سمت دیگه یه صورت استفاده کنید. مثلا من اینجا میخوام این سفیدی چشم رو به اصطلاح چیز کنم، پاک کنم، میتونم از اون ور سمپل بیارم. خیلی چیز خاصی نیست، مسئله خاصی نداره، فقط از اینکه مطمئن بشید که به اصطلاح تغییرتون خیلی غیر واقعی نباشه. حالا من سعی میکنم این رو چند بار هم شاید مجبور باشید که یه ایریا رو انجام بدید، دوباره پاک کنید، یعنی ریدو کنید، پاک کنید، دوباره از اول انجام بدید. این کاملا طبیعیه توی این روالی که ما داریم کار رو انجام میدیم، چون میخوایم خب نتیجهی که میگیریم به واقعیت نزدیک تر باشه. من تقریبا این حالا آیریس کاملا، یا این عنبیه اگر، یا این مرکز چشم کاملا اینجا پوشیده شده. من خیلی نمیتونم سمپل خوب بگیرم، مجبور میشم که بیام از این ور یه سمپلی بیارم و اینجا اپلای کنم. این کاملا اوکی هست. اگر چشمتون رنگی هست این رو دقت کنید که رنگ چشم رو از بین نبرید و به اصطلاح معمولا مرکز چشم به صورتی است که وسطش معمولا دارک تر از اون ایریای دورشه. موقعی که سمپل میگیرید این رو هم تو نظرتون باشه که درست انجام بدید. من فکر میکنم که واسه یه سمپل گرفتنمون تا همینجا کافی باشه. هنوز کارمون قاعدتا تموم نشده و کارهای دیگه ای رو باید انجام بدیم که در ادامه این رو دنبال میکنیم. خب اینجا ما تونستیم کالر رو در حدی از بین ببریم اینجا و اصطلاح کارمون رو میتونیم ادامه بدیم و اینکه بتونیم هم تکسچر رو برگردونیم، هم اگر ببینید این ایریایی که کالر داشته یه ذره اینجا هم دیسچوریت شده، همین که لایت تر از اون ایریای دورش هست. ما باید همه اینها رو به اصطلاح فیکس کنیم. برای اینکه لایت رو درست کنیم میان که از به اصطلاح لسو تول استفاده میکنیم، این ایریا رو سلکت میکنیم و چند تا حالا ادجستمنت لایر روش اپلای میکنیم. من میتونم اینجا حالا از خود لسو تول یا از این پولیگونال استفاده کنم. خوبی که این پولیگونال داره اینه که تقریبا مثل پن تول میمونه و این امکانو به من میده که حالا ایریایی رو با حالا یه دقت بهتری با خط، با به اصطلاح خطای دنباله دار سلک کنم. من میام سعی میکنم حالا یه حاشیه‌ای رو هم براش در نظر بگیرم، هرچند این حاشیه رو خیلی زیاد هم در نظر نگیرید، ولی حالا دنبال کنیم ببینیم که مسئله‌ای که ممکنه به وجود بیاره به چه ترتیب هست. خب من فکر میکنم که حالا با این چشم پیش بریم ببینیم که چه کاری رو میخوایم انجام بدیم. من از قصد اومدم که افکت این لیر کالرم رو
خاموش کردم که ببینم که اون چیزی که دارم سلکت میکنم چی هست. من میتونم با زدن این به سلکشنم حتی اضافه بکنم. حالا که اینجا تو مود سلکت هستیم، بذارید قبل از اینکه ادجاستمنت هامون رو بسازیم این سلکشن رو انجام بدیم، یعنی کامل ترش بکنیم. میام اینجا فکر میکنم که حالا برای این چشم همین ایریا کافی باشه. اگر خواستید میتونید برید تو لسو تول با نگه داشتن شیفت یا آلت، همونطور که میبینید آلت میتونه یه ایریایی رو پاک کنه. مثلا من میخوام این قسمت رو پاک کنم یا کمش کنم، میبینید، یا اینکه شیفت، من با نگه داشتن شیفت این به اضافه رم که میتونید ببینید اینجا میخوام این ایریا رو اضافه کنم، این ایریا رو اضافه کنم به سلکشنم. این کارها رو میتونیم انجام بدیم. من آلت رو میگیرم، یک مقدار از این ایریا سعی میکنیم کم کنیم که حالا دیگه، خب اینو خودتون بهتر از من میدونید دیگه، من خیلی وارد این دیتیل نمیشم. خب بعد از اینکه سلکشنمون رو انجام دادیم، میایم که یه دونه لول ادجاستمنت لایر اضافه میکنیم. اگر سلکشنتون انتخاب شده باشه، لول یا هر ادجاستمنت لایری که انتخاب میکنید با سلکشنتون یه ماسک میسازه، همونطور که میبینید اینجا ماسکمون توی این منطقه هست. من کالر رو به اصطلاح روشن میکنم که یعنی تغییرش رو ببینید. حالا با لیر سعی میکنیم به اصطلاح با این ایریا ها بازی کنیم تا ببینیم که نتیجه که میخوایم به چه ترتیبه. ما میتونیم دارکمون رو اینجا، این قسمت دارک است، دارکمون رو لایت ترش کنیم یا دارک ترش کنیم. ما میتونیم با این بازی کنیم، مثلا فکر میکنم چیزی مثل این بد نباشه. این قسمت میتون هست، میتونیم میتونمون رو هم یه مقدار نکنیم. اگر زیاد انجام بدیم خب خیلی چیز نیست. من اینو میارم رو همون ناحیه که فکر میکنم اینجا کافی باشه. میتونیم حتی لایتمون رو مثلا توی ایریای اگر احتیاج داریم که لایت تر بشه میتونیم اونجا رو لایت کنیم. فکر میکنم خیلی اینجا با لایت من کاری نداشته باشم. یک مقدار میتون رو زیاد انجام دادم، میتون رو برمیگردونم و حالا این ایریا هم به این ترتیب میمونه. ما این همونطور که میبینید این تغییر حالا اعمال شد روی این. فقط یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که کالر میتونه تأثیر بذاره روی لول ادجاستمنت مون، یا خود لول به اصطلاح روی کالر تأثیر میذاره. ما برای اینکه این تأثیر رو بتونیم یعنی کمتر کنیم، میایم لول ادجاستمنتی که اضافه کردیم اونو میاریم زیر لایر کالرمون و شاید اینجا بهتر باشه که دوباره یه ادجاستمنتی انجام بدیم. من فکر میکنم که این حالا تا یه حدی مناسب باشه. این رو حالا میگم بسته به تیستتون، بسته به نوع پورتراتون این میتونه متفاوت باشه. من اینو یه اسم میدم که حالا بعدن اگه خواستم بتونیم بهش برگردیم. همین کار رو برای اون یکی چشم انجام میدیم، کار جدیدی نیست. همین استپا رو دنبال میکنیم. من ویدیو رو دورتون میذارم که تو زمان هم صرفه جویی کنیم. خب همونطور که میبینید سلکشن رو انجام دادیم، لول رو ساختیم برای هر دو چشم، بعد ادجاستمنتمون رو هم تا حدی انجام دادیم،
حالا خب قاعدتا کارمون هنوز تموم نشده، همونطور که میبینید اج ها اینجا هنوز قابل رؤیت هستن، هنوز کالرمون کامل به اصطلاح بلند نشده با رنگ پوست و اینها. یه سری کارهای دیگه هم میتونیم اینجا به اصطلاح انجام بدیم. یکی از کارهایی که برای فیکس کردن اج میشه انجام داد اینه که میتونیم که مثلا یه بلر بکنیم، بلر گاشن بلر اگر انجام بدین با یه حالا ترشولد پایین، این روی اج ها میتونه خیلی به اصطلاح تاثیر خوبی داشته باشه. ما میایم توی فیلتر بلر و گاشن بلر، اینو من میذارمش روی حالا یک مقدار ریدیس پایین. این میتونه کمک کنه که من توی اج ها حالا کمتر اج ها قابل رؤیت یا ناتیس باشن. من همون بلر رو اگر بخوام برای اون یکی چشم اپلای کنم دیگه لازم نیست برم دوباره تو بلر گاشن بلر، اون آخرین تنظیمات روی همین این اول منوی فیلتر میاد و اون اپلای میشه. بعضی وقتا تا همین حد شما مشکلتون حل میشه، بعضی وقتا نباید به اصطلاح یک استپ جلوتر برید و باز هم تغییراتی رو به اصطلاح انجام بدید. ما اینجا کار دیگه‌ای که میتونیم مثلا انجام بدیم اینه که من اینجا از به اصطلاح اسپات هیلینگ براش تول استفاده کنم یک مقدار توی حالا اینجا من سعی کنم مثلا اینها رو حالا تغییراتش رو بذارین از هیلینگ استفاده بکنیم، بیایم یه دونه لیر جدید بسازیم اینجا و اینجا سمپل بگیریم و اپلای کنیم. همونطور که میبینید این کار رو قبلا برای پاک کردن بلمیشه یا خیلی کارهای دیگه انجام دادیم، تا یه حدی مشکلاتمون رو این میتونه حل کنه. ما حتی این حالا میتونه اون مشکلی که توی سنسور هست، اون داستی که تو سنسور میتونه باشه، توی پورتره مشخص بود که من اون رو هم اینجا پاک کردم. من اگر اینجا کالر رو خاموش کنم، شما میتونید دنبال اج ها حتی بگردید اینجا، مثلا یه چیزی مثل این رو من میتونم خیلی راحت با هیدینگ براش پاک کنم. اگر دوباره میگم کالر میخواید دنبالش بگردید، میتونید با خاموش روشن کردن کالرتون به اصطلاح اون مناطق رو پیدا کنید و حالا تأثیرش رو اپلای کنید. این کار رو حالا بسته به نوع پورتراتون میتونید حالا با مشکلات حالا بیشتر یا کمتر از این مواجه باشید. حالا این پورتره یه ذره پورتره به نظر من تو عکسایی که توی پکسل میگشتم سعی کردم یه چیزی پیدا کنم که کالر رو هم جز مشکلات گلرش باشه، که این رو پیدا کردم. ولی یه ذره ممکنه پورتره یعنی راحتی واسه این کار نبود، ولی خب حالا دیگه این انتخاب رو انجام دادیم. خب من فکر کنم با چشم راست کارم تا حدی تموم شده. من این رو سعی میکنم حالا توی این منطقه این رو هم فیکس کنم. بیایم سراغ چشم چپ. قبل از اینکه چشم چپ انجام بدم یه توضیح دیگه بدم راجع به اینکه من چرا لول هامو آوردم زیر کالر. لول ادجستمنت لیر میتونه کالر رو افکت کنه. همونطور که میدونید ما میتونیم دارک هامون رو لایت کنیم یا دارک کنیم، یا به اصطلاح جایی که لایت
لایت تر هست توی پورتره، اونها رو دارک تر کنیم یا لایت تر کنیم. این امکاناتیه که لول به ما با این سلایدراش میده و این میتونه خیلی راحت افکت کنه کالر ما رو. و چون ما اون افکت رو روی کالرمون نمیخوایم، من مجبور شدم که لول هامو بیارم پایین لیر کالر که بعد کالر انگار روی اون داره اپلای میشه. واسه همین افکتی که لول میتونه، تأثیری که لول میتونست بذاره رو کالر رو من ندارم، چون همونطور که میدونید تو فتوشاپ ترتیب لیرها میتونه تأثیرات رو به اصطلاح چیز کنه، یعنی اپلای کنه. اگر این تأثیری که شما توی این لیر میذارین روی لیرهای پایینی اپلای میشه، ولی این لیر تأثیرش رو لیرهای بالایی قاعدتا نیست، بر اساس اوردری که حالا اینها چیده شدن. خب میتونیم همین کار رو ادامه بدیم واسه یه چشم چپ. من دوباره ویدیو رو دور تون میذارم، دارم سعی میکنم که ویدیوها رو به اصطلاح با تایم کمتری بذارم به خاطر محدودیت هایی که حالا اینستاگرام جدیدن اپلای کرده که شما نمیتونی بیشتر از 15 دقیقه ویدیو داشته باشید و بقیهش رو کات میکنه و بعضی از دوستان مشکل دارن برای دسترسی به یوتیوب و نمیتونن بقیه ویدیو رو اونجا ببینن. من میخوام سعی کنم که ویدیو هامو زیر 15 دقیقه تا امکان داره نگه دارم. خب من ویدیو رو دور تون میذارم و چشم چپ رو هم با هم انجام میدیم. خب فکر میکنم که کلیناپی را هم که انجام دادیم کنید، از اینجا ما رسیدیم به اینجا. حالا میتونید زوم آوت کنید، یه جاهایی شاید باز هم لازم داشته باشه که تغییراتتون رو اعمال کنید، دیگه اون رو به خودتون میسپارم چون قاعدتا بهتر از من میتونید این کار رو ادامه بدید و انجام بدید. همونطور که گفتم ما بسته به نوع پورتره میتونه ادیتمون خیلی راحت تر از این یا خیلی حتی سخت تر از این باشه. ما اینجا یک استپ دیگه که به نظر من باید انجام بدیم اینه که همونطور که میبینید توی اون ایریایی که کالر بوده، الان بعد از ادیت ما یه ذره به اصطلاح سچوریشن اومده پایین. من واسه این کار میام به اصطلاح یه سچوریشن اضافه میکنم، مقدار سچوریشن رو زیاد میکنم و یه ماسکم رو اینورت میکنم. بعد میام که با یه براش، حالا با فلو پایین، میام فقط اون ایریایی که اصطلاح کالر رو فیکس کردیم این رو اپلای میکنم. همونطور که میبینید واقعا تاثیرش قابل توجه. ببینید این بود و این شد. میام این رو روی همین چشم چپ هم اپلای میکنم و فکر میکنم که حالا میتونیم فلوش رو کم و زیاد کنیم یا اوپاسیتیش رو کم و زیاد کنیم. ما از این پورتره، معذرت میخوام، از اینجا بذارید من این رو ببینم که چرا انتخاب درست انجام نمیده. خب ما از اینجا رسید، ما از اینجا رسیدیم به اینجا. همونطور که میبینید خب خیلی بهتر شد، ولی همچنان کار تموم نشده. من سچوریشن اگر بخوام تاثیرش رو فقط به شما نشون بدم، واقعا فکر میکنم که لازم بود اینجا این کار انجام بشه. کاری که میکنم همه این ادجستمنت هامو یه گروه ازشون میسازم
و از اینجا به بعد دیگه پورتره در اختیار شماست که برای استپ بعد آماده بشه، که شما میتونید حالا این تاثیر رو باز تاثیرش رو بهتر کنید، یعنی این قسمت چشم ها رو اینهانس کنید، میتونید فریکونسی سپریشن بزنید که حالا کالر رو بیشتر مچ کنید، تکسچر رو بتونید از یه جایی کپی کنید، از سمت چپ یا راست بیارید و خیلی به اصطلاح این رو بهتر انجام بدید. ما تو این ویدیو قصدمون حذف کردن گلر بود، قصدمون حذف کردن کالر و خود گلر توی عینک بود و پورتره اینجا کارش قاعدتا تموم نشده و کارهای دیگری رو باید روش انجام بشه. همونطور که میبینید ما از این رسیدیم به این. خیلی ممنون که همراه ما بودید، خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو در کامنت ها بخونیم و اگر ویدیو خاصی مد نظرتون هست حتما در کامنت ها به ما بگید که در اولویتمون بگذاریم. ممنون میشم که این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید.